خیلی بچه با تربیت، بی آزار، محترم، ولی بابا مادرش نمیدونم بعد والا میگن 4 تا بودن. به عقل من نکمی قد نمیده که یه پدر مادر بچهشونو بکشن به اون بس. حالا چه چیزی پشت پرده است خدا میدونه. بابک بسیار بسیار خوبی بود، مثل ملایم بود، هیچ گونه شما فکر کنید تنشی با کسی داشته باشه. حتی من پرسیدم، از هنرجوهاش هم پرسیده بودم، اونا هم میگفتن هیچ گونه تنش بزرگ، اصلا با هیچ کس هیچ نوع برخورد و صحبت خشنی نداشت. یک شخصیت ماورایی بود، اینطوری من به شما بگم. اون چیزی که من متوجه شدم راجع به چیز، اصلا یک تفکر بود، یه فکر بود. تا این لحظه که نه بدی از این 4 نفر خانواده ما ندیدیم، جز احترام، جز هر چی که بگی این آروم برن آروم. حتی با من خودم نظامی ام، به عنوان یه نظامی سمبل من بود پدرشون. تو آسانسور شما تو فیلمبردار دیدیم، اما که مشما سیاد است شما پایین فیلمبردار دیدیم. تصور تو فکرش یاد داشته باشه، یعنی الان شما نمیتونی باور کنی. الانش هم که این موضوع رو خودشون میگن یا دور و بریا میگن، باز برای ما سخته. یعنی بشینیم فکر کنیم تو این 30 سالی که ما با اینا زندگی کردیم تو یه ورودی، نمیتونیم قبول کنیم. ما نیاز به یه کمکی واسه مدیر عامل بلوک خواستن. ایشون اومده بود پیشنهاد همکاری هم هفته پیش داده بود که من میتونم بیام کمکتون کنم. یعنی یه آدمی نبود که آدم حس کنه مثلا ازش کناره گیری کنه و حس کنه مشکل داره بود. میدیدیم تو خونه گاگو داره یه سرصدایی میاد، خب تو همه خونه هست. بفرمایید بریم طبقه ششم، آسانسور رو بزنیم، واحد 46. پسرها جوان خوبی بود، تو خارج زندگی می از خارج آمد اینجا، الان اتفاق افتاد و شاید هم کشت بیه. تو نظافت میکردیم اینجا، تاکسی لبه در آرده بود، همون شاید اونو کشته.